تو این صفحه به شما نشون میدم که چطور با دقت بیشتری درباره ترکیب بندیتون فکر کنید و اطمینان پیدا کنید که محتوای شما به شکل پاکیزه‌ای جاگیری شده و فهم اون آسونه. به شما اصول ترکیب بندی و چیدمان رو با استفاده از طرح کارت الکترونیکی نشون میدم. پس در نتیجه همراه من باشید و این اصول رو توی کارت الکترونیکی که برای دوره طراحی میکنیم به کار ببندید. اول بیایید نگاهی به سلسله مراتب حروف چینی بندازیم. من کار را برای شما ساده کردم و حروف رو توی یک طرح سلسله مراتبی پایه ایجاد کردم. با تیتر، سو تیتر و فراخان به عملی که به ترتیب اهمیت بر حسب سایز ساماندهی شدن. هرچند شما ممکنه در نهایت بخواید اینو کمی تغییر بدید چون توی ترس قبل متنتون رو اضافه کردید. ولی اشکالی ندارم. من هم همین کارو کردم و باید کمی تر و تمیزش کنم. همینطور من تیتر رو برای شما بولد کردم تا برجسته تر بشه. و موقعی که قلمتون رو در درس قبل تغییر دادید قلم تازه شما هم باید بلد باشه. اما ممکنه بخواید سایز متن رو کمی تغییر بدید. به خصوص اگه لازم باشه متنتون تو این فضا بهتر جا بگیره و سلسله مراتب حروف چینیتون رو اینجا تکرار کنید. برای این کار باید متن رو پررنگ کنید و سایز قلم رو با استفاده از نوار ابزار بالا تغییر بدید یا اینکه میتونید سایزی رو که خودتون میخواید وارد کنید. من برای کارت الکترونیکی میخوام کمی وقت صرف تغییر سایز متن کنم تا مطمئن بشم که توی فضای موجود جا میشه. فکر میکنم که حالا ظاهر خوبی داره و سلسله مراتب اطلاعات درسته و از بالا شروع میشه و به پایین حرکت میکنه. ممکنه بخواید لوگوی سازمانتون رو هم توی ترکیب بندی بیارید. پس بیاید این رو هم همین الان اضافه کنیم. روی آیکون تصویر توی نوار بالا توی گوگل دراینگ کلیک کنید. این به شما اجازه میده که هر فایل تصویری رو از کامپیوترتون انتخاب کنید و داخل فایل طراحیتون بندازید. یا اینکه میتونید یک فایل موجود روی گوگل درایو خودتون رو اضافه کنید که من این کار رو انجام میدم. برای اینکه تصویر لوگوی من سفیده شما نمیتونید اون رو ببینید. اما به شما نشون میدم که چطور این مشکل رو حل میکنم. وقتی که فایل رو به داکیومنت اضافه کردید نیاز دارید که اندازه و جای اون رو همونطور که میخواید تغییر بدید. من برای شما فضایی ایجاد کردم که بتونید لوگو رو در گوشه بالای سمت چپ بگذارید. در نتیجه کلمه لوگو رو حذف کنید و لوگوتون رو جای اون بگذارید و سایز لوگو رو تنظیم کنید که توی اون فضا جا بشه. من برای کارت الکترونیکی خودم میخوام لوگوی مؤسسه رسانه های خورد رو اضافه کنم. اما به این دلیل که لوگو سفیده نمیتونم اون رو ببینم. پس برای آسون شدن کار رنگ پس زمینه کارت رو به خاکستری تغییر میدم. البته این رنگ نهایی ما نخواهد بود. اگر روی پس زمینه کلیک راست کنید یا روی کامپیوتر مک دکمه کنترل رو فشار بدید به راحتی میتونید رنگش رو تغییر بدید. حالا من لوگو رو در گوشه سمت چپ بالای کارت الکترونیکی میذارم. من میخوام که لوگو رو کوچکتر کنم پس با استفاده از دکمه شیفت و کشیدن اون به یک گوشه لوگو به همون روشی که اندازه متن رو تغییر میدید میتونید اندازه لوگو رو هم تغییر بدید. در غیر این صورت ممکنه تصویر رو کشیده و ناهنجار کنید. از نظر سلسله مراتب هرچند که لوگو مهمه اما افزایش آگاهی درباره گزارش هدف خلاصه تره منه در نتیجه این نکته مهمترین و برجسته ترین بخش ماجراست حالا بیاید به جریان اطلاعات روی کارت الکترونیکیتون نگاه کنیم. باز هم کار رو برای شما ساده کردم. یک قالب طرح برای شما درست کردم تا جریان اطلاعات از بالای تصویر به پایین و بعد به سمت راست تصویر بره. اگه این جریان اطلاعات رو دوست دارید میتونید طرح رو به همین شکل باقی بگذارید. وگرنه اگه دلتون خواست موقعیت این عناصر رو توی صفحه به شکل متفاوتی که ترجیح میدید تغییر بدید. برای کارت الکترونیکی من میخوام جریان اطلاعات رو به همین شکلی که هست حفظ کنم و از محتوام به همین ترتیب راضیم. ضمن این که مشغول تغییر سایز متن و اضافه کردن لوگو بودید، موقعیت جعبه متنتون و لوگو ممکنه به همون پاکیزگی قبل نباشه و ممکنه کمی شلخته تر به نظر برسه. از راهنماهای برنامه گوگل دراینگ استفاده کنید تا عناصر طراحیتون رو به شکلی مرتب و پاکیزه کنار هم ردیف کنید. اطمینان پیدا کنید که در منوی ویو اسکرول به پایین می کنید و اسنپ تو رو انتخاب می کنید. و مطمئن بشید که گزینه گایدز تیک خورده باشه. این کار یعنی که گوگل درا خطهای راهنمایی رو برای به خط کردن اشیای انتخابی شما با اشیای روی صفحه در اختیارتون میذاره. پس مثلا اگه من اینجا این رو جابجا جا کنم و بعد به همون جایی که قبلا بود برگردونم میبینید که خطوط قرمزی ظاهر میشن و به ما میدن که لبه های دیگه متن ها کجا هستند. این به من توی چیدمان صفحه کمک میکنه و یک روش ساده برای همردیف کردن چیزهایی که روی صفحه دارید. پس حالا که میدونید چطور با این خطوط راهنما کار کنید، سه عنصر متنتون رو به شکلی تر و تمیز کنار حاشیه هاشون بگذارید. میتونید همه متنها رو با پایین، چپ، راست، مرکز یا بالای جعبه متنتون هم جهت کنید تا طرحتون تر و تمیز و مرتب بشه. و مرتب بشه. یا اینکه میتونید کل متن رو با انتخاب همه جعبه متنها هم جهت کنید و بعد در جایی که میخواید قطعات را با هم یک جهت کنید از گزینه الاین استفاده کنید میتونید از همون ترکیب بندی که ما ارائه کردیم استفاده کنید و فقط طرحتون رو تر تمیز کنید. یا اگه ترجیح میدید میتونید جهت چینش لوگو و متن رو به طور کامل عوض کنید. میتونید مثلا به جای چپ چین اون راست چین کنید. با این حال من برای کارت الکترونیکیم از راهنماها برای چینش و جهت دادن به دو تیترم در کنار هم استفاده کردم. و بعد هم به دقت لوگو و متن رو به یک فاصله از حاشیه صفحه از هر دو طرف قرار میدم تا مطمئن بشم که کل طرح پاکیزه و تر و تمیز به نظر میرسه. من باید مطمئن بشم که فضای این متن به همون اندازه فضای بین پایین زیر و بالای فراخان به عمله. این کار رو با چشم انجام میدم و از کلیدهای پیکان صفحه کلید و موس هم استفاده میکنم که کارم تکمیل بشه. مطمئن میشم که همه چیز محدود به اون خط قرمز سمت چپ میشه. باید تصویر لوگو رو جابجا جا کنم برای اینکه با خطوط راهنما همخوانی داشته باشه. یادتون باشه که گوگل دراینگز یک برنامه ساده است اما رایگانه و نقطه خوبی برای شروعه. وقتی همه چیز اونطوری که من میخوام ردیف و مرتب شد همه چیز رو با هم انتخاب میکنم و به پایین حرکت میدم تا مطمئن بشم که هاشیه های بالا و پایین متقارن هستند. خب من از نتیجه راضیم. پس بیایید به سراغ درس بعد بریم.